با سلام و درود احترام خدمت هموطنان. بنی آدم اعضای یکدیگرند یا یک پیکرند که در آفرینش یک گوهرند. خدمت شما ارسانم که اتفاقی تو کشور افتاد، در غرب کشور، که یک خبر جدید من رسانم خواهم گفت، اما میخوام یه خورده از سنت های ایرانی ها براتون بگم. سنت هایی که در این 37-8 سال فراموش شده و از روش های ایرانی ها برای کمک به همدیگه براتون بگم. اونه که خورسنشون بالاتر هست میدونن که وقتی برای یک نفر مصیبتی وارد میشد، یکی از اعضای خانوادش از بین میرفت، پدری، مادری، برادری، خواهری، خلاصه مرگ هست دیگه، این شده در خونه هر کسی میخوابه. قدیما اینطوری بود دوستان، خیلی قدیما هم نه ها، تا همین چرا چند سال قبل هم اینجوری بود. حالا این اواخر خورده خیلی از سنت ها تغییر کرده، خیلی از فرهنگ ها تغییر کرده، این هم متاسفانه تغییر کرده. وقتی به یک نفری مصیبتی وارد میشد، کسی شاید دست میداد، فامیل، دوست، آشنا، همساده، حداقل تا 10-12 روز تمام مایحتاج این خونه رو تهیه میکردند. یعنی خونه داغدار بود، خانواده داغدار بود. اگر پدر خانه ریشو نمیزد، نه که بگه عزادارم، نه وقتشو نمیکرد، اصلا حال و حوصله این کار رو نداشت. ارزش انسان ها خیلی بالاتر بود از این وضعی که در این 37-8 سال به وجود آوردند. دوستان قبل از انقلاب یه دختر 11 ساله، یک دختر 11 ساله متجاوز قرار گرفت و به قتل رسید. تمام ایران بسیج شد تا اینو گیرش انداختند. این حالا نیست که صفحه حوادث رو باز بود، روزنامه رو باز بود، همش کشتن، بردن، دزدیدن، خودکشی، نه اینطوری نبود. بچه هم جمهوری آخوندی عمدن صفحات حوادث شو پرملات میکنه، بزرگش میکنه، حاشیه‌هاش هم خیلی گسترده میکنه و بعد اینا رو کتاب هم میکنن، پخش میکنن که بگن ما خوبیم. تازه نسبت به دنیا که هست خیلی بدتر، اونا بدتر، ما خیلی بهتریم. چرا اتفاق بیفته؟ چرا این حوادث اتفاق بیفته؟ چرا باید به خاطر بدیهی ترین مسائل انسان ها باید این مشکل ایجاد بشه؟ شو وقتی مرکز فساد بستید، فساد که چه از کنم، حالا مورد نیاز هر جامعه هست، بس شهرهای دیگر رو بعضی جای دیگر بستید، این رو اولیت رسوند به خونه ها. وقتی توالت بسته بشه، حق نده که توالت بره، خب معلومه این گند میاد یواشا تو خونه میرسه، به قتل هم میانجامه، تجاوز هم هست، آدم رو باید خیلی مسئله. یا مسئله اقتصادی رو به اینجا رسوندید، دلالی رو به اینجا رسوندید. حالا بگذاریم، زیاد بخوام بگیم چیز، بخوام بهتون بگم که وقتی برای کسی مصیبتی وارد میشد، دوست، آشنا، غریبه، اراه دور، مثلا میدی مثلا از فلان شهرستان فامیلشون هست، گوستان براش میوردن، برنج، غذا، همه چی، روغن میوردن و یه عده‌ای متولی امن شدن و تا مدت ها و گاهی تا 40 روز که عزادارا می اومدن حساب بدن به تسلیت به عزادارها یا خانواده‌هاشون می اومدن به تسلیت گفتن، اینها پذیرایی می شدن اما توسط همسایه ها، فامیل ها و دوستان. هر کسی یک کسان کار دست می گرفت، خانواده عزادار فقط نشسته بود. نه این حالا که حتی نفر می میره همه خودش آماده می کنن برن مرده خوری و خانواده عزادار خودش مشکل داره، اما از یارم باید رستوران تهیه کنه یا غذا تهیه کنه، به این هم قد برسه. با اینکه قدیم این طور بود، به صاحب عزا می رسیدند. اگه طرف ریشش خود بلند می شد، نه اینکه بگه عزادار هستم به خاطر اول، نه، وقتش نداشت، دلش نداشت، حوصله‌اش نداشت، انگیزش نداشت ریشه بخواد بزنه. بعد کم کم باب شد و کم کم مد شد و کم کم آمد جز فرهنگ. حالا اتفاقی که کشور افتاد، هم اتحاد مردم رو به هم زیاد کرد، متحد شدن با هم دیگه، هم این که این آیین ماست، این فرهنگ ماست، این روش و منش ما ایرانی هاست.
نه اینکه فلان کشور مرده میمیره و بعد چیز میکنن و میرن پیکاش، نه اینجوری نیست. اینجا در فرهنگ ما یک سری مسائل رعایت میشده که اصالت داشته و رعایت هم میشه. تبریک میام ملت ایران، علارغم اینکه مردم غرب کشور عزادار هستن، اما این اتحاد، این حادثه باعث شد که بیشتر و بیشتر اون روی حکومت مشخص بشه که اینا به فکر همه هستن به غیر از ملت ایران. چرا؟ چون همون اوائل انقلاب یا همین شورش یه جمله رو تو مردم رو انداختند، خیلی روش هم کار کردند، من غیر مستقیم اما هدف مستقیم این است که اگه ملت ایران فارس جماعت یا ملت ایران شکمش سیر بشه شورش میکنه، اون کاری 57 کرد. اما اگه گرسنه نگرش داری 100 سال پرش حکومت بکنی. اینو یادتون باشه، همیشه میگفتن ایرانی نباشه کمش سیر بشه. چرا نباید سیر بشه؟ ایرانی حقشه، ایرانی کشورش 7 برابر کشور دیگه ثروت و سرمایه داره، باید در رفاه زندگی کنه، درسته کارم میکنه، اما چرا باید گرسنه نگرش داشت؟ اگر کار فرهنگی میشد رشد کشور دو سال وحشتناک سری بود. تا سال 1350 نفت 3 دلار بود، یعنی شاهنشاه آریامر بعد از سال 50 تا 56 مملکت این همه کشون به بالا. رشد اقتصادی کشور وحشتناک بالا بود، رشد فرهنگی درجا زد، یعنی مردم آمادگیشو نداشتن، واقعا آمادگیشو نداشتن و رو کار فرهنگی کار نشد. البته اینم بهتون بگم ها، کسایی که در رشد عدم رشد فرهنگی مردم خیلی دخیل بودن همین آخوندها بودند، همین حزب توده بود، همین داردسته بازرگان و قجر بود، همین داردسته مصدق بودند. این هنوز تو عالم سر می کردند، هنوز تو فکر اون حرمسراها و اون تشکیلات و بساط ناصرالدین‌شاهی بودند. شاید هم حق داشتن چون اون تو اون دامن اون حکومت رشد کرده بودند و رشد فرهنگی مردم، چون باید مردم بیشتر فرق باشن، اطاعت کنن از مرکز، هر چی گفتن، رعیت هم دیگه، اسم رعیت دیگه، کارش نمیشه کرد، رعیت. پس اینها آمدن و این فرهنگ رو در ایران برنامه‌ریزی کردن که مردم ایران شکمش سیر نشه. اما اعراب اگه سیر نگهداری هیچ وقت قیام نمی کنند. اینا باز جا انداختن. اما اگر گرسنه باشه پدرت رو در میاره. اینا رو این سر کار کرده. وقتی احمدزاده دو سال اول ریاست جمهوریش استانا میرفت نامه ها رو میگرفت و تو پاکت ها براشون تراوی چک میفرستاد، اینا دعواش بود چه کار داری میکنی؟ چرا باز مردم سیر میکنی؟ حالا نمیگه حق مردم، البته چیزی هم نبود، لقمه ای بود تقدیم تو ملت، ببخشید. اما بابا وقتی ملت داره چرا باید در گرسنگی فقر بمونه؟ اما اینا این کارو کردن، یعنی با برنامه بود کارشون، رو حساب بود و تا جایی که تونستند مردم رو در تنگنا قرار دادند به شیوهای مختلف. کمیته امداد اولین کارشون رو درست کرده که مردم به حساب بگن ما فقیر هستیم، یه دوره ثبت نام بکنند و مردم رو دست به طرف حکومت دراز کن نگه دارند که مردم به اصلا به فکر نرسه بابا این مال شماست، مال ملته، اینا نوکر شماست، اینا خدمتگزار شماست، شما عروجی اینا هستید ولی نعمت اینا هستید. ولی جوری کار کردن که مردم فکر کنن که دارن صدقه سنی میگیرن، دارن کمک میگیرند. حتی صحنه دانشگاه، حتی همین خانواده شهدا، خانواده جانبازان و همه رو جوری بار آوردن که دولت داره بهشون لطف میکنه، یه فاصله بین ملت و این هم ایجاد کردند. دو سه شب قبل بودی که دکتر آور زنگ زد، جانباز البته، میگو محمدی من حرفات رو همچه گوش میکنم، از قدیم هم میشناسم از بعضی کانال ها زمان پالتاگین ها، گفت مصیبت سرم اومد، گفت ما پزشکا سهمیه ها درسته، ما چیزی بلد نبودیم، ما نمره بمون داده کار نداریم، اشتباهات ما زیر خاک میرفت، همش کسی نمیفهمید. اما دوست من، پسر عموی من مهندس ساختمان بود، ما دادیم ساختمان برای ما ساختند، ماشین لباسی شروع به کار کرد، سقف ریخت، دو نفر پایین از بین رفتند،
الان 6 ماه درگیر دادگاه هستم و میفهمم که حرف تو وقتی می کیفیت اتفاقی نیست یعنی چی. ما دستازهای خودمون سر و خراب شدن، سهمی ها همینند، مسکن مهر همینه. وقت میاد شارلاتان میره اونجا، شارلاتان بازی هم در میاره. حالا یه همزاد بمونه وقتی دادگاه بشه چه کار میکنه؟ من ارزا 22 پیام خیلی زیاد دارم، پیام صوتی و تصویر ساب کامل زیاد دارم. من همجه اصخایی از تمام دوستا بکنم که نمیتونم جواب بدم، جواب میدم، نمیتونم بذارم تو کانال، خیلی زیاده، خوشحالم، ولی گوش میکنم، همشون رو گوش میکنم بدون استثنا. دلم میخواد مثلا روز 100 تا فایل صوتی بذارم تو کانال، اما نمیشه، چون الان در یک مقطعی هستیم که باید خبرهای مهم رو بذارم، که این کار من میکنم. یه خود پست متفرقم کمتر شده، ولی بدونید که دارم کار میکنم، بدونید که داره کار میشه، که در کلیپ بعدی توضیح خواهم داد. پس میخوام بهتون بگم که این اتفاق درسته تسلیت داشت، اما تبریکم داره. خدمت شما عرض کنم که من این روزا خیلی دوستای خیلی زیادی اومدن توی تلگرام، توی فیسبوک، حتی اینستاگرام. از کجا بفهمم جدید اومدن؟ از جایی که پستای قدیمی رو مرتب میذارن. اینا جدید اومدن و تازه میخونن و براشون جالب میشه، جالب میاد مسائل و میذارن. این دلیلی هست که اینا جدید اومدن. اما بالغ بر 400-500 تا کامنت دارم از بر بچه های سپاه، بسیج، بدنه حکومت، خلاصه که بعضیشون میگن فلانی ما داریم احساس خفگی میکنیم. اینی که میگن چوب دو سر تارا ما شدیم، باختیم همه جا، حکومت الان محل سگ به ما نمیده، از اونجا رونده شدیم، از اینجا مونده شدیم، از ملتم شرم داریم، خجالت داریم، ما خیلی ظلم و ستم کردیم، فکر میکنیم داریم برای خدا و برای دین اسلام میکنیم. تازه الان یواشکی میگم اسلامی نیست، این ضد دینه، ضد انسانه، ضد بشره. اینا بودن ولی ما نمیدونستیم، حالا کم کم داریم میفهمیم. حالا چه کار کنیم؟ گفتم والله من نمیدونم. خیلی هاشون گریه میکنن، خیلی هاشون ناله میکنن، میگه ما 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال ظلم و ستم کردیم، شرممون میاد. اینا ما رو ول کردن و ول ما نمیدونستیم این روز خواهد رسید که ما رو ول کنن. از آنجا راه انجا مانده شدیم، آبرو تو خانواده نداریم، با همه در افتادیم، تو رو همه وایستادیم، تو رو همه از خامنه‌ای دفاع کردیم، از خمینی دفاع کردیم. توفت صورت رو میدازن این روزا، رومون نمیشه، سرمون پایینه، چه کار کنیم؟ گفتم دیگه اون تصمیم ملته، دست من نیست، من یه نفرم، دست من نیست. در کلیپ های 2 کلیپ پروفسورم خواهم گذاشت بعد از این، یکی راجب یک برنامه هست که در مورد این نظریه جدیدی که انفجار بوده چی بوده و خواهم رو خدمتتون. یک کلیپ دیگه هم دارم که تقریبا جالب است و باید خواهی جان. ایام کام روزگار خوش. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت دهند آدمی، فهمیدیم حکومتی آدم هم نیستند، نیستید، ذاتتون نیست، وجودتون نیست، دیدید که نیستید، این خیلی مهمه. بنی آدم از یک پیکره که در آفرینش یک گوهرند. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی، چون اصلا آدم نبودی. با حال خیلی نزدیک دوستان، خبر خوب تو راست زیاده، امسال 100% حکومت رفتنی هست که در کلیپ بعدی صحبت خواهم کرد. ایام بکام زمان خوش.